هر روز زنیان خوردن لاغرت نمیکنه، فشارت میره بالا، مغزت منفجر میشه. حمام رطوبت‌زا یکی از علتهای چاقیه. منابض پوستت رو باز میکنه، باعث میشه که رطوبت نفوذ کنه داخل بدنت. به سنتی دو مدل چاقی میشناسه. یکیش چاقیه که تجمع پیه و چربی باشه، یکیش هم چاقیه که تجمع عضلات باشه. این آدم ها استعداد چاقی، مخصوصا چاقی شکمی رو دارن. کسایی که مزاجشون سرد و تره، بلغمی مزاجن، چربی زیادی دارن، برعکس دمویا که عضلانی ترن. پس معضل چاقی بیشتر یقه بلغمی ها رو میگیره. بلغمی ها اندامشون پره، ماهاشون لخته، کم پشته، میل به سستی و خواب و تنبلی هم زیاد داره. موضوع همیشه یادت باشه، علت اصلی همه نوع چاقی غلبه رطوبته و هر نوع افزایش حجم تو بدن از کیفیت تری رطوبت توی بدنه. هم دمویا هم بلغمیا، کسایی هم که لاغرن اینا هم غلبه خشکی دارن. زیادی رطوبت توی بدن خودش چند تا علت داره. اولیش روغنمالی و ماساژ بدن با یه سری از روغنه گیاهی که باعث تولید رطوبت میشه، مثل روغن بادوم شیرین. پرخوری، تحرک نداشتن، مصرف نکردن غذاهای تحلیل برنده رطوبت، یعنی غذاهای تب خشک، دفع خلط صفرا به خاطر مزاج گرم و خشک که خودش تحلیل برنده رطوبته، دفع نکردن مواد زائد، یبوست. طب سنتی برای لاغری بخور نخوره خیلی جالبی داره. تا میتونی در همخوری نکن، غذای مونده نخور. مخصوصا در همخوری که بهت میگم از نظر درجه حرارت بهت میگم، غذای گرم و سرد با هم دیگه نخور. مثلا اگه غذات چلو جوجه است یا پلوه، با سالاد یا با ترشی اصلا نباید بخوری غذا. غذا رو باید خوب بجویی، چون غذا موقع بلعیده شدن به شیرابه تبدیل میشه. اونقدر باید بجویی که غذا له بشه و با بزاق ما مخلوط بشه. خوراکی شیرین و چرب چاقت میکنن، چون اینه رطوبتزان. تا میتونی نونخامه‌ای، حلوا، شعله زرد اصلا نباید بخوری. بهترین نون برات نون برشته است. به هیچ وجه نونای خمیری و فانتزی اصلا نباید بخوری. اگر میخوای همراه غذات مخلفات باشه، بهترینشون زیتونه فقط. اصلا تعارف نداریم، انجامش ندی لاغر نمیشی. باید و باید سر ساعت غذا بخوری، یعنی صبحونه رو 7:30 الی 8 صبح، ناهارت رو 12 الی 1، شامم 6 الی 8 شب. غذاهای پر کالری رو کم کن، که ما اصطلاحا بهش میگیم کثیر الغذا، مثل گوشت و حبوبات و شیر برنج و فرنی. اگه میخوای رطوبت بدن رو کم کنی، لاغر بشی، تند و ترش بخور. غذاهای تند تو دفع و تحلیل مواد زائد سرد و غلیظ و لزج فوق‌العاده. اما تو بعضی باعث سوزش و زخم و معده، گاهن استفراغ و تهوع یا بوی بد عرق و ادرار هم میشه، نباید تو مصرفش زیاده روی کنی. خوراکی که لطیفن، ملایمن، مثل سیر، خردل، پیاز، اینا رو میتونی به عنوان چاشنی غذا استفاده کنی. غلظت خون خودش علت چاقیه. رشته، ماکارونی، حلیم، کله پاچه، اینا رو نباید بخوری. رقیق کننده بیشتر استفاده کن، مثل سکنجبین که ساده ترینشونه، گوشت پرنده ها. نیم ساعت قبل و دو ساعت بعد غذا اصلا نباید مایعات بخوری، فقط هر موقع که اورژانسی تشنه بودی میتونی. غم و غصه و فکر خیال و افسردگی مزاج رو میبره سمت سردی، باعث میشه که دوباره رطوبت بیاد تو بدنت، اینم چاقت میکنه. با معده خالی اصلا نباید بخوابی، بلافاصله بعد غذا نباید بخوابی. بین آخرین وعده غذایی تو خوابت باید 3 ساعت فاصله باشه. اگه ورزش هم میکنی یه مسئله ای هست اینجا. واسه اینکه تاثیر ورزشت برای لاغری بیشتر بشه، باید روغنه گرم استفاده کنی، مثل شوید و بابونه و سیادونه، به صورت موضعی. اینا به خاطر حرارت بالاشون
به اضافه اون حرارتی که ورزش خودش تولید میکنه دست به دست هم میدن، باعث میشن که لاغری تو مدت کوتاه‌تری اتفاق بیفته. برای لاغری مخصوصا شکم باید اون فضولات جمع شده و بلغم لزج چسبنده رو از معدت پاک کنی. آلو بخورا بخور، خاک شیر بخور، فلوس بخور، اینا درجه یک. معمولا آدما به تعداد دفعات غذایی باید دفع داشته باشن و غذاهای هضم شده بین 16 تا 19 ساعت از بدن دفع میشه. برای اینکه بدونی یبوست داری یا نه یه تست انجام بده. یه نوبت شربت خاک شیر غلیظ بخور، بعد مدت دفع خاک شیر رو با ساعت مناسب دفع چک کن. بعضی به رژیم های لاغریشون افتخارم میکنن، مثلا رژیم فلان و فلان و فلان که تو 20 روز 15 کیلو 10 کیلو وزن کم کردم. این رژیما قلب و مغز و کبد رو کوچک میکنن، باعث ضعف بینایی و ضعف اعصاب میشن، پوستم شل میکنن. کارهای عجیب غریبی میکنی، ناشتا سرکه میخوری، سردی معده، زخم معده، افتادگی مثانه میاد سراغت. سرکه رو فقط توی یه حالت میشه ناشتا خورد، اونم به صورت سرکنگبینه. همه این تکنیکایی که بهت گفتم لاغرت میکنن، اما دوست دارم این ترکیبم بهت بگم: یه حب سیر، یه قاشق عسل، یه فنجون آب داغ. سیر رو له میکنی میریزی توی آب داغ، عسل هم بهش اضافه میکنی، هر شب قبل خواب میلش میکنی. دیدیم کسایی رو که با این روش 8 کیلو توی یه ماه وزن کم کردن. اگه هم که میخوای بدون ورزش لاغر شی، یه قاشق جوان گندم رو بریز توی فنجون آب لیمو، هر شب قبل خواب بخور. هم لاغرت میکنه، هم سمای بدنتو پاکسازی میکنه.